خب ببینیم که در اوکراین چی میگذره، چرا سیاست های اوکراین امروز سبب در حقیقت این کانفلیکت به وجود آورده. در اینجا ما میبینیم در اوکراین، خب پیش از اینکه ببینیم یک سلاید دیگه است که امی ترکیب مردم اوکراین نشان میده، نفوسی که با کدام زبان صحبت میکنن، بعد از این است که تقسیمات زبانی مردم اوکراین نشان میده. اگه می نقشه رو بانیم که برای بعد از این یک نقشه دیگه است، بعد از این یک نقشه است که تقسیمات زبانی مردم اوکراین نشان میده و این نشان میده که خب البته ما فراموش کردیم که اینجا بگذارم، پس برین سر به اون نقشه که سیاست ها نشان میداد. مردم اوکراین از لحاظ اتنیک یا از لحاظ قومی با دو گروه، اگرچه یک مردم هستن اما از لحاظ زبانی تقسیم شدن به مردم که روسی زبان هستن و مردم که مطلق اوکراینی صحبت میکنن. در این سلاید میبینیم که مردم اوکراین گفتم که لحاظ زبانی به روسی زبان و یا اوکراینی زبان یا در وسط قرار دارند. در حدود بیشتر از 40% مردم اوکراین روسی زبان هستند، بخصوص در مناطق شرقی ای تا 90% 95% اضافه میشه به منطقه دونباس و در جنوب حتی تا اودسا، یعنی از شرق گرفته تا به دنیپر و تا اودسا یا تعداد و بخصوص خود کریمیا روسی زبان ها بیشتر است. در شمال و غرب اوکراین کسایی که به اوکراین صحبت میکنند. خب در این جدول که ما میبینیم سه نوع سیاست مردم اوکراین الان سیاسی به سه گروپ تقسیم شده. در غرب در اولش کتگوری اول کسایی هستند که طرفدار غرب و طرفدار ناتو هستند. در وسط کسایی هستند امی احزاب منطقوی قرار دارند که یا فقط پله ترازی رو میبینند و طرف شرق کسایی هستند که با طرفدار روسی هستند، طرفدار با نفوذ ناتو در اینجا مخالفت دارند. سلاید بعدی کمی عکسای سه نفر است. ما سه رئیس جمهور اوکراین میبینیم که در سلاید بعدی، بله، ما در زمانی که در سال 2014 و پیش از او ویکتور یونوکوویچ از سال 2010 تا 2014 رئیس جمهور اوکراین بود، در این زمان و در وسط ما میبینیم پروشنکو رو میبینیم، پترو پروشنکو که از 2014 تا 2019 در قدرت بود و طرف راست زلنسکی که یک کمدین است، از سال 2019 به طرف رئیس جمهور اوکراین. در وقتی که یونوکوویچ رئیس جمهور اوکراین بود، این شخص یعنی تعادل حفظ کرده بود بین اروپای غربی و اتحاد و روسیه و این اقدامات اولی را این آدم عملی کرد که اوکراین جزء اتحادی اروپا غربی شود و همچنان در این زمان بود که اما بعد از این که توافقنامه در این مورد امضا کرده بود و بسیار مردم که در غرب اوکراین زندگی میکردن از این بسیار به وجد آمده بودن، بعدا این توافقنامه را قبول نکرد و از این عدول کرد و این سبب از این شد که کسایی که در غرب طرفدار غرب بودن و مظاهرات زیاد بپردازند و در میدان که یک چهارراهی است در شهر کیف که به نام ایلیان یاد میشه، این بسیار به صورت طولانی این مظاهرات ادامه داشت بر ضد حکومت یانوکوویچ و در اینجا کشورهای ناتو با یک کودتا دست دادن و بالاخره این آدم مجبور به فرار شد از اوکراین
و یک حکومت موقت ایجاد شد که رهبری زیر پترو پروشنکو بعدا گرفت که یک میلیاردر است خودش طرفدار غرب. و اینجا اولین اقدام ای حکومت کودتایی ای بود که یک قانون را وضع کرد که زبان روسی را در اوکراین ممنوع کرد، یعنی از لحاظ زبان روسی را به این زبان رسمی از بین برد. مثلا ما در افغانستان دو زبان رسمی داریم که زبانهای پشتو و دری است، و در اوکراین هم عملا زبانهای روسی و زبان اوکراینی زبانهای رسمی بود، اما با قدرت رسیدن این مردم یا فورا زبان روسی را از بین بردن، به صورت رسمی گفتن که دیگر قابل استفاده نیست، و این سبب خشم مردم روسی زبان در اوکراین صورت گرفت. و با تعقیب این کودتا خطر زی میلفت که فورا یا عضو هیئت ناتو را حاصل کنند، و پلان همه می بود، و این سبب شد که روسیه اقدام کنه و جزیره کریمیا را در او را، چون جزیره کریمیا خودش امده این مورد هم بگویم که وقتی که یونوکوویچ رئیس جمهور بود در سال 2010 جزیره کریمیا یک موافقه را با روسیه امضا کرد که پایگاه های بحری روسیه در کریمیا را برای 25 سال ایره تمدید کرد میاد از یار. خب البته ایره من باید عرض کنم خدمت بیننده های محترم که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی پایگاه سباستوپول در کریمیا بزرگترین پایگاه بحری روسیه در بهلیسیا بود، و این همچنان در اختیار روسیه باقی موند. اوکراین توافق کرد که اصلی اتمی خود از بین میبره، و این روسیه تعهد کرد که ما امنیت ضمانت میکنیم و امریکا اصلی اتمی خود از بین از دست داد، همچنان بلاروس. و این در سال 2010 این توافق تمدید کرد، این توافق تمدید کرد یونوکوویچ، و برای 25 سال قوای روسی صلاحیت پیدا کردن که در خاک در کریمیا باقی میمونن، و پایگاه بحری سباستوپول همچنان در اختیار روسیه باقی مون. یکی از دلایلی که این مردم اوکراین هم با یونوکوویچ مخالفت کرده مخالف بودن امی موضوع بود، یکی موضوع عضویت در اتحادیه اروپا بود، یکی موضوع اینمی تمدید میاد به اصطلاح اجاره پایگاه های بحری روسیه در اوکراین. خب میگردیم بعد به این که چرا دوبار چی که واقع شد. بعد از او عرض کردم که کودتایی که در میدان صورت گرفت و قدرت پروشنکو حاصل کرد، و سیاست های ضد روسی از اینجا آغاز میشه که با مخالفت با زبان روسی آغاز شد، و کوشش برای عضویت ناتو از اینجا آغاز شد. در مقابل روسیه در کریمیا در سال 2014 چون عسکرای روسی در کریمیا قرار واقعی بودن به اساس توافق نامه که با اوکراین امضا شده بود، ضرورت نبود که روسیه عسکر تازه به کریمیا بفرسته، پایگاهش بود، عسکرش بود، یا فورا چیز کردن کریمیا را از اوکراین قطع کردن، و در اونجا یک ریفراندوم انجام دادن، و ریفراندوم مردم کریمیا با اکثریت عظیم بیشتر از 90% استقلال خود از کریمیا از اوکراین اعلان کردن، و خواستن که با روسیه یکجا شن، و دومای روسیه، پارلمان روسیه که به نام دومایت میشه، هم ایره تصویب کرد ایره عضویت دوباره کریمیا با عضویت فدراسیون روسیه پذیرفت. و بعدا روسا یک پل در کرچ به نام پل کرچ یاد میشه این ساختن که روسیه را عملا از با کریمیا متصل کرد، و خط آهن اثر دو و خطای موتر ایجاد کرد.
به این حساب روسیه حاکمیت خود بالای بالای کریمیا تحکیم کرد و در این زمانی بود که در منطقه، اگر نقشه دیگر بانیم کمی دونباس را ببینیم، منطقه شد که منطقه دونباس در شرق اوکراین که 90% روسی زبان هستن، این منطقه هم نقشه را بانیم نتون که در اینجا این مردم بر ضد حاکمیت کسایی که در حساب در کیف در قدرت بودن برخواستن و این مردم میخواستن که در شهر دونتسک و لوهانس در این مناطق خود مختاری داشته باشن و در اینجا با میل خود حکومت خود ایجاد کنن، که این سبب جنگ‌های داخلی شد بر 7 سال و این سبب این جنگ های داخلی شدید که از یک طرف غربی ها از حکومت اوکراین حمایت میکردن و روسیه از این جدای طلب ها یا خودمختاری طلب های دونباس حمایت میکردن و تا در نهایت چند مذاکرات صورت گرفت و قرارداد توافقنامه منسک امضا شد. به اساس توافقنامه مینسک تعهد کردن طرفین که موضوع را از لحاظ به صورت سیاسی حل کنند، یعنی در اینجا اوکراین دولتش تعهد کرد که من خودمختاری مناطقه به رسمیت میشناسم و این مناطقه اجازه میدم که در اینجا انتخابات صورت بگیره و مردم خودشون به صورت خودمختار خود اداره کنند ولی جزء کشور اوکراین باشند، یک کشور باشه این کشور ای، اما در مقابل جنگ ختم شود دوباره روابط بین این مناطق شرقی و اوکراین برقرار شود. اما متاسفانه این توافقنامه منسک که در سال 2014 امضا شد بعدا در 2015 دوباره تایید شد. این کشورهای فرانسه، آلمان این را تضمین کردن، باعث تضمین کننده در پالو و همچنان روسیه، آلمان و فرانسه تا نامی منسک ضمانت کردن. اما متاسفانه کشور دولت طرفدار غرب کیف، اول پوروشنکو و بعدا که زلنسکی رئیس جمهور شد، این آدم این پشت توافقنامه منسک تطبیق نکرد و این تطبیق نکرد. در این زمان رئیس جمهور سابقی آلمان امی یک چیز است، یک سلاید دیگه است تو باجان که راجع به اشتنهایم صحبت میشه راجع به بعدی از این است. ای رئیس جمهور سابقی آلمان پیشنهاد کرد که یک راه حل برای آن پیدا شود، گفت باید در اینجا انتخابات ریفراندوم صورت بگیره در این کشورها، در این مناطق لوهانسک و دونتسک که به صورتی که در مجموع به نام دونباس میشه، و بعد از اینکه این کشورها انتخابات صورت گرفت و اینجا یا خودماری خودمختاری یا تضمین شد از جانب دولت اوکراین، تمام قوای خارجی و شمول قوای روسی اگر در اینجا وجود داشتن خارج شدن از اینجا. این روسا قبول کرد، این اوکراینی ها هم قبول کردن، اما بعدا بازم پشت از این تطبیق نکرد. اوکراین میگه که اول تمام قوای طرفدار روسیه از این مناطق شرقی اوکراین خارج شود، بعد از اون ما اینجا چیز میکنم، ریفراندوم میکنم. ولی روسا میگن نه، اول ریفراندوم در اینجا صورت بگیره، مردم خود مختاری خود اعلان کنن، بعدا ما قوای خود اینجا بیرون میکنم. اینجا موضوع چیز است، موضوع اعتماد است که این راه حل برای پیدا شود که اعتماد به وجود بیاد.